بخش بسیار بسیار مهم عبادت ما مسیحی‌ها اجرای درست آیین مقدس عشای ربانیه که امروز هم افتخار داریم در محبت خدا، در محبت همدیگه با همدیگه شرکت کنیم. ما مسیحی‌ها اعتقاد داریم، ایمان داریم که خود عیسی مسیح خدا و این آیین مقدس و نهادینه کرده در کلیسای خودش که میخواد تا وقتی که بر میگرده اونو وفادارانه به جا بیاریم. آیین مقدس عشای ربانی یک آیینه که مقرر شده از طرف خداوند ما عیسی مسیح که وسیله‌ای باشه تا قوم خدا فیض و رحمت او رو به طور خیلی ملموس‌تری تجربه کنن. خودش این رسم و بنیاد گذاشته تا یک روش قابل رویت، یک روش ملموسی برای یادآوری مرگ و قیام و بازگشت پرشکوه او برای تک تک ما باشه. عشای ربانی همچون که میبینیم نشانه های بیرونی و قابل دیدنی داره، قابل رویتی داره، یعنی نان و شراب. اما به تنهایی اینا کافی نیست، مگر اینکه با موعظه کلام خدا و کار درونی روح القدس در تک تک ما همراه باشه. فقط در این صورت عزیزان که آیین مقدس عشای ربانی ما رو وارد یه مشارکت حقیقی با عیسی مسیح خداوند میاره، میبره. آمین. اسم پیام امروز رو گذاشتم خوراکی که شفا میبخشد. باشه که امروز صدای خدا رو از طریق کلامش و روح مقدسش بشنویم. این کلامی که ما رو میخواد به ارتفاعات لطف الهی خودش به حرکت در بیاره. باشه که از طریق این کلام زنده و پویای خداوند دعوت سماوی او رو بشنویم با گوشای جانمون که میگه بالا بیا، یه کمی از زمین بالا بکش، بیا بالای کوه هرمون. همیشه وقتی عشای ربانیه احساس میکنم خداوند میخواد ما رو به اون بالای کوه هرمون، اونجایی که عیسی با شاگرداش ملاقات کرد، اونجا ما رو هدایت کن. آیا حاضری؟ آیا حاضری کمر دلهای خودتو ببندی تا با همدیگه به اون بلندی های لطف الهی با ایمان حرکت کنیم، صعود کنیم؟ آمین. امروز اگر شما سوالی بپرسم، این سوالو میپرسم خودم هم جواب میدم تا همه حواس شما رو داشته باشم، که کتاب مقدس از چند انجیل تشکیل شده؟ شاید بگین 4 تا، ولی این کاملا اشتباهه، چون در کتاب مقدس فقط یک انجیل وجود داره. تمامی 66 کتاب حاوی خبر خوش انجیل از پیدایش تا مکاشفه داره در مورد عیسی مسیح و خبر خوش انجیل درخشان عیسی مسیح حرف میزنه. و اگه بپرسیم عالی ترین باب، عالی ترین آیه در این 66 کتاب چیه؟ به جرئت میتونم بگم، شاید فکر کنیم، البته اینو هم هست، اول قرنتیان باب 13 راجع به محبت میگه، آیه یوحنا 3:16 که اصلا کل انجیله، یا مزمور 23، همه اینا عالیه. اما اگه بخوایم عالی ترین، عالی در بین عالی ترین کتابو بهش اشاره کنیم، این کتاب اشعیا نام داره، انجیل اشعیا که در وسط این عالی ترین قرار داره، که در کتاب اشعیا که خیلی بهتره بهش بگیم انجیل اشعیا، باب 53 از اون در اوج او قرار داره. انجیل اشعیا پربهاترین کتابه. چرا؟ چون در تمامی کتابش میبینیم تولد عیسی مسیح، مرگ او، قیام او، تجلیل او، به خصوص در باب 53 تمام اینا رو نوشته. وقتی کتاب اشعیا رو مطالعه میکنی، اینا همه مقدمه است که یکم شما رو برانگیزم که این کتاب اشعیا رو بخونید. وقتی کتاب اشعیا رو میخونیم میبینیم خدا چطور از طریق اشعیا پرده زمان رو کنار میزنه، از طریق این قلم کاتب ماهر که زبان اوست، دستای اوست، رازهای تولد عیسی مسیح، بخشش گناهای ما، قیام، صعود، و به خصوص در باب 53 چقدر زیبا به تصویر میکشه. همون در شروع آیه، اولین آیه داره راه عظیم تجسم عیسی مسیح خداوند رو
چیکار میکنه؟ پرده برداری میکنه. کیست که خبر ما رو تصدیق کنه؟ کیست که ساعد خداوند برون منکشف شده باشه؟ واقعا کیه؟ کیه؟ چه کسایی میتونه اینو باور کنن؟ میگه کیه؟ هر کسی نمیتونه اینو باور کنه. بعد شروع میکنه به پرده برداری از راز قربانی مسیح که محور اولیه این پیامه که در باب 53 در از 2-3-4 فقط امروز میخواییم فوکوس کنیم روش. وقتی اشعیا رو میخونی انگار اشعیا پای صلیب نشسته، همینجور داره از نزدیک خودش تصویرسازی میکنه، مینویسه اون واژه های زیبا پر از عظمت از مرگ و قیام و تجلیل عیسی مسیح چقدر زیبا مینویسه. وقتی اشعیا اصلا کل اشعیا و به خصوص باب 53 رو میخونیم عزیزان، تنها واکنش ما در مقابل انجیل اشعیا و به خصوص باب 53 اینه که با ایمان اینو دریافت کنیم و تمام عمرت مجذوب خداوند بشی در اون پرستش و ستایش و به اتفاقات محقرانه تجسم و زندگی و قیام پر جلال عیسی مسیح فکر کنی، تفکر کنی، تفکرتو تازه کنی تمام اینا و این طریق زندگی تو باشه، نه که فقط فکر کنی بلکه زندگی کنی. امروز میخوای فوکوسمون رو از آیه 1-4-5 بذاری. اگه آیه 2 رو نگاه کنی میگه زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. در زمین خشک یخ زده گناه اون روید، او را که نه صورتی نه جمالی میباشد و چون او را مینگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده، مثل کسی که رویها را از او پوشانیدند، خار شده و او را به حساب نمی آوردند. اون از نظر ما عزیزان، از نظر انسان هیچ زیبایی و جلوه‌ای نداشت که اصلا کسی مشتاق باشه به اون نگاه کنه. چیزی در چهره کوبیده شده این خدمتگزار وجود نداشت که جذاب باشه، به خصوص برای ما انسان ها که خیلی جذب ظاهر انسان ها میشیم بیشتر از اینکه خصوصیت درونی انسان رو ببینیم. چرا به این روز افتاد عیسی؟ چرا اینقدر کوبیده شد که از حتی صورت انسانی او دیگرگون، اصلا شبیه انسان نبود؟ در آیه 4-5 میگه لیکن او غمهای ما رو بر خود گرفت. عزیزان غمهای ما رو، اشاره به اون روح داغون ما داره. غمها کجاست؟ در روح ما قرار داره. درد ها کجاست؟ در روح ما قرار داره. برخیش هم کرد ما او رو از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح، اون تقصیر، اون حس محکومیت، اون حس نالایقی در کجا قرار داره؟ در اون عاطفه ما، روان ما، به سبب گناهای ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای اون ما شفا یافتیم. اصلا 3 تا بودو داره میگه، روح، روان، جسم ما رو. عیسی مسیح فقط برای گناهای ما نیامد، بلکه برای روح و روان و شفای هر 3 بود که جسمم باشه اومد. چرا انقدر مضروب و مبتلا شد؟ برای اینکه آیه 4-5 انجام بشه. عزیزان آیا امروز روح و روان و بدن تو ایمان داری که میخواد شفا بیابه؟ خدا من میخواد شفا بیابه، اما چطور؟ عزیزان چطور؟ فقط با آمین نیست. چطور این آیه 4-5 امروز در بدن خداوند که من و تو هستیم جسم بپوشه، قشنگ قابل رویت باشه، امروز ما ببینیم؟ چطور میتونیم به این برسیم؟ فقط در حرف نباشه، حقیقتا اینو تجربه کنیم. برای تجربه این، در این خصوص تجربه حقیقی شفای جسم، روح، روان ما، همین امروز فقط یه واژه عزیزان میشناسم، یه کلمه میشناسم، اسم این کلمه ایمانه. ایمان. یه داستان ملموس براتون تعریف کنم که بیشتر متوجه بشید. مردی وجود داشت در اون زمانهایی که یادتونه آنتنهای تلویزیون رو پشت بونا بود تو ایران، وقتی مراد برقی بود میدویدیم بالا، اینم انگار مراد برقی بوده و میره اونجا شروع میکنه که الان فیلمش داره شروع میشه و سعی میکنه اون آنتن رو میزون کنه.
همینجور حرکت میداده که یه جای ثابت قرار بگیره که بتونه یا بازی فوتبال رو یا مراد برقی رو نگاه کنه. همینجور که عجله میکرده داشته سریال شروع میشده، دستش از اون تکیگاهی که سفت گرفته بوده رها میشه، شروع میکنه، سطح هم شیبدار بوده، رو به پایین حرکت کردن، خودشو سفت میگیره توی لبه، پاهاش آویزون اونجا، در اوج ناامیدی نگاه میکنه به پایین، میگه به من کمک کنید، آیا کسی اون پایین هست که به من کمک کنه؟ هیچ جوابی نمیاد، در حالی که آخرین نفس رو میکشیده و در حال ناامیدی بوده، با بدبختی سرش رو بالا نگه میداره، میگه پایین که کسی نبود، آیا کسی اون بالا هست که به من کمک کنه؟ از آسمون یه صدای عمیق، یک نجوای زیبا به قلب او تنین میافکنه، میگه ایمان داشته باش، خودتو رها کن. پس از یه لحظه فکر کردم وحشت زده سفتر اینو میگیره، دوباره رو به آسمون نگاه میکنه، میگه کسی دیگه ای نبود که بتونه به من کمک کنه؟ متوجه نزدن، خیلی پیام عمیقیه. کسایی هستن بین ما که دلشون میخواد هر چیزی رو تجربه کنن غیر از ایمان، یعنی براشون راحت تر هر چیز رو تجربه کنن، فقط ایمان رو تجربه نکنن. معنای ایمان چیه عزیزان؟ ایمان چیه؟ در دو کلمه بخوایم بگیم، عبرانیان باب 11 آیه 1 میگه ضامن چیزهایی که بدان امید داریم و برهان و یا یقین یا اعتماد به چیزی که هنوز ندیدیم. این یه توصیف دقیق از ایمانه. 32 بار در کتاب عبرانیان به اون اشاره شده، 24 بار فقط عزیزان در باب 11 که گالری کلام خدا معروفه، اونجا راجع به ایمان اشاره شده. میخوام این دوتا جمله آویزه گوشتون باشه عزیزان، خوب گوش کنید. برای بی ایمانان، برای کسایی که خداوند رو ندارن، متاسفانه در کلیسا هم حتی خداوند رو دارن، این هست، آمین که دیگه نباشه. برای بی ایمانان دیدن ایمان است، برای ایمانداران ایمان دیدن است، آمین. برای ایمانداران ایمان دیدن است. ایمان چیه دوباره؟ مثل حس ششمه. قبل از ایمان هم گفتیم چقدر پوز میدادیم ما زن، و حس ششممون چقدر قویه. خب یکم براتون آسون کنم. ایمان هدیه‌ای که خدا به ما داده که با اطمینان نگاه کنیم به اون چیزایی که ندیدیم. در جهان وجود داره ولی ما نمیبینیم، و با ایمان اونا رو به قلمرو تجربیات خودمون میکشیم. آمین. میبینیم و با چون میبینیم میکشیم به قلمرو انسانی خودمون، تجربیات خودمون. ما 7 تا حواس، 5 تا حواس داریم، درسته یا نه؟ اینجوری به دنیا اومدیم: دیدن، شنیدن، مزه کردن، بویایی، لمس کردن. در دنیای نادیدم عزیزان 5 تا حواس روحانی وجود داره. مثلا شنیدن، تو جسمن میشنوی دیگه، درسته یا نه؟ در جهان نادیده از امواج صوتی وجود داره، خواه اونا رو بشنوی خواه نشنوی، همین الان وجود داره و خدا به شما گوشای روحانی داده. برای همین کلام خدا بارها میگه آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چی میگه. داره به چه گوشای اشاره میکنه؟ گوشای روحانی. ایلیا به اخاب میگه صدای باران رو میشنوم، اخاب نمیشنید، کر بودن نظر روحانی، فقط گوشای طبیعی داشت. مثلا بویدن. در دنیای نادیده رایه‌های خوشی وجود داره، چه اونا رو بفهمی چه نفهمی. در دوم قرنتیان 2:14 میگه ما رایحه خوش مسیح هستیم. میگه اونایی که نجات نیافتن بوی مرگ میدن. اینا هست تو دنیای روحانی. چشایی، در دنیای روحانی چشایی، حس چشایی روحانی وجود داره که بخشی از وجود انسان روحانیه. میگه بچشید و ببینید خدا چقدر نیکوست. چرا پس نمیچشین؟ چرا ماتین؟ در دنیای روحانی حس لامسه وجود داره. در کلام خدا برای همین میگه چیزهای ناپاک رو لمس نکن،
در روح لمس نکن، نزدیک نشو. دنیای بینایی روحانی وجود داره در نور تو. ای خدا و نور رو میبینیم. الان شما در نور خدا، نور کلام رو میبینین، اون کسی که روحانیه. از همین الان داری آماده میشین، اون کسی که حواس روحانیش الان آمین که تحریک شده باشه. این حواس جزی از واقعیت درونی ماست. این چیزیه که ایمان در قلمرو روحانی برای شما انجام میده. در قلمرو روحانی وعده های خدا هست و انجام شدنی. خود خدا هست. خدا به شما این حواس پنجگانه رو در اون خلقت تازه داده. این اسمش ایمانه. این حواس پنجگانه روحانی رو داده تو شما تبدیل بشین، تبدیل به اون چیزی که خداوند میخواد. ایمان واقعیت چیزهای نادیده است. عیسی مسیح خداوند وارد حواس، دنیای حواس انسانی ما شد و به وسیله وارد شدن او توی دنیای ما تولد کلیسا صورت گرفت. عزیزان، خلقت تازه صورت گرفت و تهاجم خیلی وسیع به دنیای حواس نفسانی کرد. ولی امروز میبینیم حواس نفسانی انسان داره روی کلیسا پیروز میشه. برای همین وعده های خدا دریافت نمیشه. هزار بار دعا میکنی، هنوز این بدبخت ها میریم و میایم، این شکست خورده ها، شفاها کم دیده میشه. چرا عزیزان؟ چون حواس طبیعی ما رو تو زندانی خودش، اسارت خودش گرفته. منطقه حواس پنجگانه نفسانی کجاست؟ قسمتی از انسان طبیعیه. تو انسان طبیعی در این حواس پنجگانه زندگی میکنی. به این معنیه که فقط اون چی که میشنوی، اون چی که میبینی، اون چی که لمس میکنی، اون چی که احساس میکنی ممکنه باور کنی. ورود خدا در این قسمت، در شخص عیسی مسیح، کلیسا رو که من و تو باشیم، میتونه در اون منطقه پیروزی فوق‌العاده‌ای قرار بده. باور میکنی؟ تمام ایمانی که در اناجیل بود قبل از مرگ، قبل از قیام عیسی مسیح، ایمان روی حواس طبیعی انسان بود. اونا ایمان داشتن به چیزایی که میدیدن. اونا به قیام ایمان نداشتن چون قبلا یه رستاخیز ندیده بودن. اونا دیده بودن که ایلازار هم مرگ برخواست، ولی رستاخیز نبود، بیدار شدن بود، به حیات برگردانیده شد، ولی دوباره مرد، قیام نکرد. ولی بعد از مرگ و قیام عیسی، کسی که قلبن به اون ایمان میاره، عزیزان، مثل یک شاخهی که به تاک پیوند میخوری، ذات و طبیعت خدا، ذات و طبیعت رستاخیز یافته خدا در درون تو وجود داره. حیات خدا در درون تو وجود داره. روح خدا، قدرت خدا در درون تو وجود داره. میخوام بگم خلقت تازه انقدر آزاده از این حواس طبیعی انسانی، مثل زمانی که آدم و حوا با خدا در باغ عدن راه میرفتن. اولین دعایی که واقعا نمیدونم از کجا یاد گرفتم این بود، شاید یه هفته بود ایمان آورده بودم، خدای حضور تو باغ عدن منه. اصلا باغ عدن و شکست و مار اومد و چه چیزایی شد من نمیفهمیدم، فقط میگفتم حضور تو باغ عدن منه ای خدا. اما کسی که طفل در مسیح، در اون دنیای طبیعی زندگی میکنه، اما موقعیت خودش خبر نداره، از امتیازاتی که داره در مسیح خبر نداره، باور نداره که اگه به گناهای او عادل شمرده شده، عزیزان، گناهای او رفته، او از هر ناراستی پاک شده و او میتونه در حضور خدا مثل آدم و حوا در باغ عدن زندگی کنه. مسیحی های طفل حق خودشون رو نمیشناسن، جایگاه خودشون رو نمیشناسن، چون هنوز تو عالم حواس زندگی میکنن. طفل مسیحی باید ببینه، باید لمس کنه، باید به لحاظ روحانی او چیزایی رو ببینه. برای همین به نسل روحانی توما تعلق داره. توما چی میگه؟ باید ببینم تا ایمان بیارم قربونش برم. اما باور نمیکرد، تشخیص نمیداد. مثل ماها که هستیم، شاید ایمان داریم
ولی باورمون نمیشه که بیماری های ما روی او قرار گرفته. یه ایمانداری که در نفسه باید کسی بیا دست بذاره روش، کشیشان کلیسا رو ببینه، دعای اونا رو بشنوه، روغن تطهین روی پیشونیش قرار بگیره، دستهایی رو روی بدن خودش حس کنه تا بفهمه یه چیزی داره میشه. اما ایمان چیه؟ برهان چیزهای نادیده عزیزان، اعتماد به چیزهایی که دیده نمیشه، لمس نمیشه. باور میکنی؟ اول پتروس میگه اگرچه او رو ندیده ایم محبت میکنیم، اگرچه او رو ندیده ایم به او ایمان آورده ایم. مگه نیاوردین؟ او رو نمیبینین اما ایمان آوردین، درسته؟ روح القدس رو نمیبینین اما در درون شماست عزیزان. چطوری؟ اونه که نمیبینین میشناسین، باور میکنین، چون که خدا ابزاری به شما داده که اسم ابزار ایمانه، در درون توه. شما ایمان رو با گذاشتن کلام زیر بالشتت رو سرت دریافت نمی کنی، یخته. ایمان با حقیقت شروع میشه، در تو با حقیقت شروع شد. چجوری شروع شد؟ ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا، برای همین ایمان رو بردی، درسته؟ یک داستان دوباره تعریف کنم. یک فیلسوف بود، یک دانشمند بود، یک مرد فوق‌العاده ساده در دریا گیر افتادن. هیچ کدومشون هم مثل من شنا بلد نبودن. یه امدادگری تو تاریکی یه تنابی انداخت برای نجات اونا. فیلسوفه گفت این از دور نگاه که گفت این شبیه تنابه، ولی ممکنه افکار پوچ باشه، توهم باشه، ممکنه اشتباه کنم. همینجور که شک کرده بود پس کلامو نگرفت، تنابو نگرفت، غرق شد، رفت زیر آب. دانشمنده تنابو دید، گفت آها اون یه تنابه، جنسش پلی‌استره، مقاومتی که داره 28 کیلوگرمیه، و شروع کرد به تجزیه و تحلیل اون. خواص فیزیکی اون چیه، خواص شیمیایی اون چیه، داشت همینجور فکر میکرد، تجزیه و تحلیل میکرد که غرق شد. اما مرد ساده گفت من مطمئن نیستم که این تنابه یا دوم افعیه، اما تنها امیدم این تنابه، تمامی قلبم رو به این تناب میدم. گرفت تنابو، نجات پیدا کرد. همین عزیز جان، ایمان واقعی کنار گذاشتن ذهن و احساسات نیست، اما اراده رو هم کنار نمیذاره. ایمان واقعی ارادهش رو به حرکت در میاره، باور میکنه، دریافت میکنه. آمین. روی همین پایه امروز کلام خدا رو میخواییم بشنویم که نه فقط گناهان ما رو در بدن خودش حمل کرد بر روی صلیب تا ما برای گناهان بمیریم عزیزان، اون نه تنها حمل کننده گناهای ما بود، بلکه هم کننده بیماری های ما هم بود. مسیح که گناه رو نمیشناخت به خاطر من و تو گناه شد. مسیح بیماری رو هم نمیشناخت به خاطر من و تو بیمار شد عزیزان. ولی درک این زمانی ارزش پیدا میکنه که تو در قلب خودت باور کنی و اعلام کنی که بیماری های من او حمل کرد، درد های من او حمل کرد، توسط زخم های او من شفا یافتم. آمین. ما توسط تولد تازه به خدا چسبیدیم عزیزان، با اون یکی شدیم. قدرت او قدرت ماست، حیات او حیات ماست. خدا تمام بیماری های ما رو روی عیسی مسیح قرار داد. کلام خدا میگه به زخمای او شفا یافتیم. کلام خدا خود خداست، کلام خدا عین خداست، کلام خدا ابدیه، هرگز نابود نمیشه. خدا روی کلامش نگهبانی میکنه، دیدبانی میکنه. خدا خودش رو توسط کلامش روی انسان، به انسان ثابت میکنه. به خاطر همین ایمان آوردی. کلام خدا جزی از خداست، کلام خدا خود خداست. پس زندگی یک انسان رو میتونه از تاریکی به نور، از بیماری، از افسردگی به پیروزی و شفا بیاره. مزمور 107 بعدم بریم بخونه از یه تیکش رو فقط من میگم، آیه 18 19 20 میگه افراد بیمار شدن، مریض شدن، جان آنها هر خوراکی رو مکروه دونست.
میگه انقدر مریض شدن که به دروازه های مرگ نزدیک شدن، آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد آوردن و خدا کلام خود رو فرستاد، کلام خودشو، و ایشان رو شفا داد. عزیزان ما امروز طلب شفا نمی کنیم چون قبلا شفا یافتیم، ما طلب عدالت نمی کنیم چون قبلا عادل شمرده شدیم. او فقط گناه برای گناهان ما گناه نشد، توسط بیماری های ما عزیزان بیمار شد. امروز لازم نیست که از او طلب شفا کنیم. بعضی دیدین التماسشون خیلی خوبه، التماس نکن، به قول فیلم التماس نکن، فقط دریافت کن. فکر تازه شده درک میکنه، با چشمای ایمانش دریافت میکنه، وقتی دریافت میکنه ستایش میکنه، پرستش میکنه. حتی اگه اون لحظه از نظر احساسی علائمی باشه، علائم درد باشه تو پاشه، تو پهلوشه، من این تجربه رو داشتم، باور کنیم. فقط خودداری میکردم از اینکه گیر بدم به این حواس پنجگانم که انون درد رو توشه، گفتم کلام خدا منو شفا داده. ما اینجا در مسیح طلب قدرت نمی کنیم چون قدرت او مال ماست عزیزان. طلب حکمت نمی کنیم، مسیح حکمت ماست. طلب آزادی نمی کنیم، ما در مسیح آمرزش گناهان رو داریم و آزاد شدیم. طلب قدوسیت نمی کنیم از این گناه آزاد شم، قدوس مسیح قدوسیت ماست. از این زندگی در ایمانه که زیباترین موقعیت رو در جهان به ما داده که از این حواس پنجگانه طبیعی خارج شیم و مثل توما اینقدر گیر حواس نفسانی نباشیم. توما چی گفت؟ من باید دستامو بذارم جای میخواه، من باید پهلوی سوراخ شده او رو ببینم، وگه نه نمیتونم باور کنم. عیسی هم گفت بیای زبون نفهم، انگشتتو بذار تو جای سوراخ ها، این پهلوم هم نگاه کن، ایمان داشته باش. توما هم تا دست گذاشت گفت ای خدا و خداوند من. عیسی هم گفت الهی قربونم بری که الان دیدی ایمان آوردی. خوشا به حالم کسی که ندیده ایمان آورده. چند روز پیش قربون تو شدم، ولی کاش تو قربون من میشدی. از اشعیا 53:3 نقطه اوج این پیامه و دریافت اون در اون حواس روحانیه. میگه اون غمهای ما رو بر خود گرفت، در روح ما اتفاقی افتاد، تقصیرهای ما رو بر خود گرفت، در اون روان ما عزیزان غمهای ما رو بر خود گرفت، به زخمای اون شفا یافتیم. اشاره به جسم ماست عزیزان. خیلی ها وقتی عیسی مسیح رو دیدن شوکه شدن، اصلا اون در واقع تغییر شکل داده بود، باورت میشه؟ او دیگه شبیه انسان نبود، شکل اونقدر تغییر کرده بود. چرا؟ اینقدر زشت شده بود، چون خدا نه فقط گناه های ما رو بلکه بیماری های ما رو روی او گذاشته بود. به خاطر تقصیرات ما بی‌حرمت شد، او برای ما مجازات شد تا امروز ما بتونیم در آشتی و صلح باشیم. توسط زخمای او ما شفا یافتیم. منظورم اون زخما شلاقا نیستا، وقتی میگیم به زخمای او همه تصور اون خون و خونریزی رو میکنن، نه منظورم اون نیست. تمام بیماری های ما روی او اومد، به جای ما محکوم و طرد شد، مقصر مرد غمها شد. وقتی مادر زن پتروس رو شفا میداد چی گفت؟ گفت ها نبوتی که اشعیای نبی گفت انجام بشه، که او ضعفای ما رو بر خود گرفت و به زخمای او بیماریهای ما رو هم کرد تا به زخمای او شفا یافت. خود عیسی گفت این کار رو دارم میکنم تا نبوت انجام شه، باز شه چشماتون. اصلا اون با بیماری آشنا نبود تا اینکه بیماری های ما او رو بیمار کرد، حمل کننده بیماری های ما. تا امروز انقدر این بیماری ها رو حمل نکنی و شفا بیابی. اگه شفا یه قسمتی از نقشه نجات و آزادی نبود، اشعیا 53 اینو توضیح نمیداد. عیسی بیماری های ما رو حمل کرد که امروز تو کاملا شفا بیابی. بیماری های روح چی عزیزان؟ ترس، شک، احساس گناهکار بودن، احساس حقارت، بی‌لیاقتی، بی‌ارزگی، تمامی احساس های ناخوشایند اون حمل کرد. امروز تو تلاش نکن که شفا بیابی. خدا
آن رو به تو قبلا داده است. تلاش برای ایمان نکن به من ایمان بده. ایمان در درون توست. همه چیز به تو تعلق داره. ای پسر خدا، ای دختر خدا، فقط با چشمای ایمانت ببین. امروز نمیخوام امید داشته باشی حتی به شفا. خواهش میکنم امید نداشته باشم. امید ممیدو بمیداز کنار، چون امید به آینده نگاه میکنه. امید یه تصویر زیبا برای آینده داره. ایمان یعنی همین الان خدای هستم میخواد تو رو لمس کنه. لمس کرده تو فقط دریافت کن. در آخر یه تجربه خیلی شخصی و ملموس که خودم کردم میخوام باتون در میون بذارم. اگه تا الان فقط رفتین و اومدین، متاسفم، اقلا اینجا الان دریافت کنین، این ایمان شما برانگیخته بشه، که امروز بیاین این افسردگیتون و این درد و مرضی که در روح و روان جسمتونه با این شفا، شالوم، سلامتی تعویض کنین. مبادله الهی انجام شد. امروز بیا بده پس مونده هر چی که در توست. در زمانی که شاید 17 سال و نیمم شاید بیشتر نبود، اون زمان هنوز مطمئنم که به مرز 18 سالگی نرسیده بودم، در نصف شب دختر بچه 3 ماهه من دچار یک تب خیلی شدید شد و در نهایت دیدم داره تشنج میکنه. اونو سریع به بیمارستان منتقل کردم و هیچ وقت اون صحنه ها رو یادم نمیاد. همین امروز قبل از ظهر این صحنه ها به یادم اومد که فوری اینو اضافه کردم. اون در حالی که با اون دستای لاغر کوچولوش اینجوری چسبیده بود به من، هیچ وقت یادم نمیره، فقط مادرها میتونن حس کنن، میلرزید و اصلا نمیخواست که از من جدا شه. پرستارا اومدن اونو به زور از آغوش من جدا کردن. یه پزشک متخصص اومد فوری اونو همینجور چپ و راستش کرد و من همینجور درد میکشتم، چرا دلم خواستم نازش کنم، بغلش کنم. فوری تشخیص دادن یه بیماری منژیده و باید مورد آزمایشات خیلی گوناگون قرار بگیره. متاسفانه تمامی آزمایشات جلو چشم من انجام شد. من این سخت‌ترین خاطره‌ایه که در ذهنم مونده بود. و اونجا گفتن یه آمپولی آوردن، گفتن باید به مهره‌های کمرش بده. یه بچه 3 ماهه انقدی لاغر. اون همینجوری هیچ وقت یادم نمیره. اینجا الله این تختای کوچولو بود. دستاشو اینجوری می‌آورد، آب بینیش، اشک، فقط دست و پا می‌زد که من اینو نجاتش بدم. و اون فقط آغوش منو میخواست. تنها احساسی که عزیزان در اون لحظه داشتم، کاشکی من جای او بودم، کاشکی اون سوزن تو مهره های کمر من میرم، کاشکی که دردهای اون رو من میامد، کاشکی 10 برابر اون درد رو من تحمل میکردم. فقط دختر بچه من در آرامش بود، سالم بود، میخندید، در حالی که عشق میریخت، ناله میکرد. منم همگام با اون عشق میریختم، ناله میکردم، حاضر بودم. در اون لحظه باور کنید من مسیحو نمیشناختم، فقط گفتم نمیدونم چه ویروسیه، چه میکروبیه تو بدن اونه، ای خدا. و تمام این اماما رو صدا میکرد بیاد رو من، تمام اون ویروس ها بیاد رو من، فقط من این صحنه رو نبینم. اینقدر درد روح و روان من شدید شده بود، من همون روز تو بیمارستان زیر سرم افتادم. یعنی اینقدر دو روز من فقط به خاطر بیماری و چیزی نخورم تا در نهایت این درد و رنج رو تجربه کردم. وقتی که ایمان رو بردم تو درس ها راجع مبادله الهی بود، تعویض که او درد های ما رو بر خودش گرفت. اون صحنه جلو چشمم من، صدایی بود تو اون لحظه تو کلاس حق جویان در قلب من تنین افتاد. اون روز تو آرزو داشتی، تو آرزو داشتی که جای بچت باشی ولی نتونستی، تو نتونستی، تو آرزو داشتی دردهای او رو به خودت بگیری ولی نتونستی. ولی من این آرزو رو داشتم همیشه از ازل برای تمامی جهان. تو آرزو داشتی ویروس و میکروب اون بچه توی بدن تو بود، منم آرزو داشتم ویروس و میکروب این گناه، این سرطان توی بدن من بود، ولی من تونستم، ولی من تونستم. من میخواستم که من به جای دنیا مبتلاشم. تو قدرتشو نداشتی ولی من داشتم.
عیسی خداوند عزیزان جسم کردید به روی صلیب و هر درد بی درمونی که امروز تو باش درگیری، اون دردهای هولناک روح روان جسم. چند روز پیش بیماری بودم که واقعا این زن جوون تبدیل به یه پیرزن شده بود به خاطر اون بیماری هایی که در روح و روان زجرایی که داشت میکشید. امروز خداوند میخواد تو شفا بده تو هر قسمتی، جدایی اگه بین همسر تو هست، بین تو و قومهای دیگه، بین تو و دوستانه، بین تو و خدا، بین خودت و خودت. یه موقع ما با خودمون درگیریم به خاطر دردهایی که در روانمونه. خدا میگه من با تو به مصالحه رستم و تو وقتی به من بسشی با دنیا، با جهانت، با خودت، همه به مصالحه میرسی. نه فقط این عزیزان، اینا به چه وسیله میشه؟ اعتراف. اعتراف. مهم نیست که تو چقدر گناه کردی، وقتی توبه میکنی از این توبه چیه؟ این قدرت تعویض انجام میشه. این توبه قدرت تعویض رو فعال میکنه، این یه دگمه یک زده میشه، این یه دینامیته که فعال میشه با توبه. بازگشت، مبادله انجام میشه و تو از اون مبادله برخوردار میشه. امروز خداوند میخواد تو رو دعوت کنه جایی که همچون خواهرم دنیا گفت نبخشیدی و باعث میشه تو این شفا، این شالوم، این سلامتی روی تو قرار نگیره. اعتراف کن، توبه کن، پیش یک نفر برو، مخصوصا جلو یک نفر توبه کردن. عزیزان کلام خدا میگه پیش یک نفر توبه کن، یک شاهد باشه که با تو ببره تو رو پیش صلیب و برای تو دعا کنه. خیلی قدرت داره. جایی که احساس تقصیره، نگرانی، ترسه، کلام خدا میگه تعویض کن امروز تا توی آرامی بیه. کجا تعویض میشه؟ با ایمان. با ایمان تعویض کن عزیزان. این انقلابی ترین چیزیه که در جهان وجود داره. شروع کن امروز به تجربه کردن این. اینقدر دور خودت نچرخ برای کاری که خداوند امروز کرد. امروز میخواد تو دریافت کنی. آمین. از پوری او همه ما بهره یافتیم عزیزان. امروز نمیخوام مثل یه گدا بیایی در نزد او که نظر مساعد و موافق خودتو امروز جلب کنی تا شفا بیابی. تو فرزند خدا هستی، وارث خدا هستی، مثل یک شاهزاده اشرافی بیا در حضور خدا بیست بدون ترس، بدون واهمه، شجاعانه، با عدالت خدا آزاد شده، با آزادی خدا. پسر خدا ما رو آزاد کرد با خون و بدنه. پس حقیقتا ما امروز آزادیم. هیچ اقتداری شیطان و نیروهای تاریکی روی روان تو نداره. ای که امروز داری میشنوی از طریق این پیام، خیلی قوی احساس میکنم جاهایی که افسردگیه، جاهایی که نیروهای تاریکی میخوان روی مخ تو رژه برن، خداوند امروز میخواد به وسیله ایمان تو رو شفا بده. جاهایی که نازاییه، بعضی از نازایی ها به خاطر اون لعنته، به خاطر تفکرات منفیه، در نام عیسی مسیح همین الان میخوام مثل یه فرزند خدا، مثل یه وارث خدا، مثل یک شاهزاده اشرافی دست تو بذاری رو موضع درد. تو که میشنوی این پیامو، تو که اینجا هستی، هر جایی که درد میکنه دست تو بذار. اینجا کسی برای تو دست نمیذاره. تو خودت خلقت تازه هستی، ایمان در توه، تو عدالت خدایی، تو آزاد شدی به خون. دست تو بذار در نام عیسی مسیح. خداوند اعلام میکنم هر جا که دست تو گذاشتی پوری او روی اونجا قرار بگیره. در نام عیسی مسیح فقر روح، کمبود، هر جایی که حکومت میکنه این فقر روح، این کمبود ها، این احساس های ترد شدگی که تو رو بنده خودش کرده، آزادی رو از تو سلب کرده، در نام عیسی مسیح در این لحظه پوری خدا رو اعلام میکنم و اعلام میکنم هر جایی که درده، دردهای جسمانیه، اعلام میکنم تو پاره تن عیسی مسیح هستی، قسمت یا بدن مسیح هستی. به مرض های او، به زخم های او تو شفا یافتی. فقط دریافت کن، با ایمان دریافت کن، حتی اگه حسش نمی کن، وای نس و داغت بشه، سردت بشه، لرزت بیاد، با ایمان دریافت کن. جایی که احساس تقصیر می کنی، جایی که خودتو محکوم می کنی، تقصیرات تو برو قرار گرفته، در این لحظه شفای بدن،
شفای روح و روان به تو تعلق داره. خواهش میکنم چشمامون همه ببندی و بذاریم متمرکز این شاه شاهان، این خدایی باشیم که تعویض کرد، تعویض انجام شد، مبادله انجام شد روی صلیب. امروز دردهای خودتو، نگرانیهای خودتو، ضعفهای خودتو، شکهای خودتو بیا با ایمان روی صلیب پرتاب کن، جایی که باید باشه، چون اوه که به همه چی رسیدگی میکنه. امروز شفا حق توه، شفا نان فرزندانه در نام عیسی مسیح. هر جا که این دستا با ایمان گذاشته شده شفا اعلام میکنم. هر جا که روی روح و روان ترسه در نام عیسی مسیح آرامی اعلام میکنم. هر جا که ایمان فلجه و هنوز میگه باور نمیکنم، شفا اعلام میکنم روی ایمان و اعلام میکنم هرگاه پسر خدا تو رو آزاد کنه، تو حقیقتا آزاد هستی. در نام پدر، پسر، روح القدس. آمین.